جناب مدنی، شبتون بخیر. 11 سال از حصر گذشته. آیا حصر اونطور که چند سال پیش مهدی کروبی گفت تنها با مرگ رهبر جمهوری اسلامی یا مرگ محصوران قرار خاتمه پیدا بکنه، یا احتمال دیگری همیشه برای رفع حصر متصور شد؟ ولی به نظر میرسه که دلایلی که حصر ادامه پیدا کرده به قوت خودش باقیه، اما این دلایل به طور مشخص مواردیه که بخشش در اختیار رهبران جنبش سبز و بخش هم در اختیار نظام اوکراینی. در اختیار رهبران جنبش سبز این هست که ادعاهایی که کردند تایید شده. 11 سال برگ روی برگ، سند روی سند و مدرک روی مدرک اومده که همه اون ادعاها مبنی بر افزایش فقر، نابرابری، فساد و روند حاکمیت به صورت استبداد نظامیگری تایید شده. هنوز این محصورین بر مواضع خودشون تاکید میکنن و این یکی از دلایل مهمه بقای حصره. تاکید روی تقلب و تخلف انتخاباتی، خطاهای شورای نگهبان، بی‌صلاحیت دولت‌های بعدی به ویژه احمدی نژاد. هنوز در واقع اتهاماتی در طول این 11 سال وارد شده به محصورین که اونها در اولین فرصت مایلند به اونها پاسخ بدن. بنابراین اگر حرص برداشته بشه صدای اونها بلند بشه و به اتهامات ناروایی که به اونها زده شده پاسخ خواهند داد. هنوز اونها مرجعیت دارن، هنوز محبوبیت اجتماعی دارن، اساساً در واقع در موضع مظلومیت قرار گرفتند که جامعه ایران خیلی در واقع از اونها استقبال خواهد کرد و این یه دلیل محکمیه برای اینکه حصر برداشته نشه. و هنوز هم اونها دعوت میکنند به جنبش‌های اجتماعی و به اصطلاح جامعه جنبشی رو در واقع نوعی مزیت و تنها راه حل مسائل ایران میدونند. بنابراین به محض اینکه از حصر در بیان طبیعتاً به این دعوت خودشون ادامه میدن. همه اینها دلایلیه که در اختیار رهبران سبز و طبیعتاً اونها تا این لحظه از این مواضع کوتاه نیامدن و بر همین مواضع پافشاری کردن. پس سوی دیگه دلایل هست میتونه باقی داشته باشه، اونم این که نظام اوکراینی از تمامی مواضع و عملکردی که در طول سالهای گذشتهش داشته کنارگیری کنه و چرخش کنه و تجدید نظر کنه و راه که رهبران جنبش سبز به اون توصیه میکردند رو دنبال بکنه و به نوعی اصلاحات ساختاری رو بپذیره، جنبش‌های اجتماعی رو به رسمیت بشناسه و زمینه تحولات اساسی رو در جامعه ایران فراهم بکنه. به این ترتیب تا موقعی که یکی از این دو رخداد رخ بده که به نظر من اولی به طور قطع منتفیه، میمونه حالت دوم و اون این که تحولاتی در جامعه ایران رخ بده که تغییرات اساسی ایجاد بکنه که همزمان با حل مسائل ایران مسئله حصر هم حل بشه. حل حصر در گروه حل مسائل ایرانه. جناب مدنی، با وجود همه محدودیت‌ها و فشارها، همونطور که تو صحبتاتون اشاره کردین، رهبران جنبش سبز نه تنها حاضر نشدن که درخواست عفو بکنن یا جناحی کسی پادرمیانی بکنه، عقب نشینی نکردن، بلکه موضع تندتری هم میشه گفت که اتخاذ کردن، از جمله پیام آقای موسوی در اعتراض به سرکوب خونین آبان. تحلیل شما از این رویکرد محصوران چیه؟ به نظر میرسه که همونطور که گفتم شواهد، قرائن، اتفاقاتی که در طول این 11 سال افتاده در واقع ادعاهای اونها رو بیشتر ثابت کرد، روشن کرده. در همین روزهای اخیر شما این فایل صوتی سرداران سپاه رو میشنوید که تایید بر فساد ساختاری. تحولات این 11 سال گذشته همش به سوی بسته شدن فضای سیاسی بوده، به سوی در واقع تقویت باندهای قدرت بوده و تامین منافع اونها، به سوی فقیر شدن و نابرابری بیشتر جامعه ایران بوده. همه اینها نشون میده که در واقع اون ادعا تایید شده. به همین دلیل هم هست که به نظر من اونها در واقع در شواهد بسیار میبینن در صحت ادعاشون و بنابراین بر اون مواضع پایدار و مقاوم موندن. چرا دستگاه قضایی حاضر به محاکمه شون نشده؟ کاملا روشنه الان دیگه به کار بردن اصطلاح حصر غیرقانونی
که در این بیانیه ای هم که همین روزهای اخیر صادر شد از توسط جمعی از فعالان سیاسی اجتماعی فرهنگی بر این تاکید شده، در واقع 11 سال فرصت بوده که کیفرخواست محصورین ارائه بشه، 11 سال فرصت بوده که اتهامات اونها ارائه بشه، 11 سال فرصت بوده که اونها محاکمه بشن، ولی به دلیل اینکه هیچ شواهد و دلیل محکم محکمه پسند مردم پسندی برای ادامه حصر وجود نداره، مجازات اونها وجود نداره، بنابراین هیچ اقدامی در این زمینه نمیشه. بنابراین مسئله حصر به طور قطع یک مسئله حقوقی و قضایی نیست، بلکه یک مسئله سیاسیه و به همین میزان هم یک مسئله ملیه. سپاس از شما سعید مدنی، پژوهشگر مسائل اجتماعی که از تهران با ما بودید.